خب فصل بعدی راجع به بحث بردار هست. بنابراین ما در این فصل میخوایم راجع به بردارها و ویژگیان صحبت کنیم. اول اینکه ما بگیم که مثلا مفهوم بردار چیه، بعد راجع به خود بردار توی ریاضی صحبت کنیم. خب توی بحث مختلف علمی به خصوص فیزیک شما میدونی که دو نوع کمیت داریم. یکی کمیت عددیه، یکی کمیت برداریه. پس ما در واقع میگیم دو نوع کمیت داریم. یکی کمیت عددیه. ببینید کمیت عددی فقط اندازه مهمه. مثل چی؟ مثل طول، جرم، زمان، دما، جمعیت. نه فقط اندازش مهمه. نمیش میگن کمیت عددی یا اسکالر هم بهشون میگن. کمیت بعدی کمیت برداری هست که غیر از اندازه جهت آنها نیز مهم است. مثلا سرعت. ما سرعت یه اندازه داره، ولی تو کدوم جهت؟ شتاب تو کدوم جهت؟ نیرو تو کدوم جهت؟ الی آخر. این رو بهشون میگن کمیت برداری. بنابراین ما نیاز هست که راجع به یه کمیت هایی صحبت کنیم که جهتشون هم مهمه. بهشون در واقع بردار میگن. قبل از اینکه ما بردارها رو برای شما توضیح بدیم، نیاز هست که معرفی فضاهای دو بعدی و سه بعدی رو یه اشاره بهش داشته باشیم. پس معرفی فضای دو بعدی، این محور مختصات شما در نظر بگیرید، این x باشه این y، همین صفحه‌ای که کاغذ یا این صفحه که داریم روش می‌نویسیم. می‌دونیم که روی صفحه وقتی قرار داریم ما دو بعد بیشتر نداریم، یه طول هست یه عرض، یعنی ارتفاعی نمی‌خوایم بگیریم. خب شما هر نقطه مثل A و B که یه طول داره یه عرض، قبلا خب نقطه رو محور رو کامل توضیح دادم خدمتتون، یه مؤلفه طولی داره به اندازه A واحد، یه مؤلفه عرضی داره به اندازه چی؟ B واحد. هر نقطه مثل A رو در نظر بگیرید به فرض، ما میتونیم از مبدأ به این نقطه وصل کنیم. حالا میتونیم جهتدار وصلش کنیم. مبدأمون هم که اسمش O هست. در واقع برداری به اسم بردار OA تشکیل میشه. پس روی فضای دو بعدیمون بردار به این صورت تعریف میشه، یا به طور خلاصه میگم برداری مثل آ. وقتی میگم بردار آ یعنی برداری که از مبدأ رسم میشه. توی فضای دو بعدیمون ما دو تا بردار داریم به اسم برداری یک، یه برداری به اسم آی داریم که همون نقطه یک و صفر. دقت کنیم از اینجا به اینجا وصل میشه. طول آی هم یک، یا به اسلام میگن قدر مطلق آی یک. یه برداری هم در جهت محور وای ها داریم، بهش میگن بردار جی. این صفر و یک و طول بردار جی هم یک. آی مساویس با یک و صفر، جی مساویس با صفر و یک. بردارهای یک روی صفحه مختصات دکارتی است. ببین ما اشاره هم کردیم، گفتیم رو صفحه. پس شما هر نقطه ای که روی محور دارید میتونه نماینده بردار هم باشه، به شرطی که از مبدأ به بردار وصل کنید. پس تفاوت خیلی زیادی، دقت کنیم، پس بین نقطه آ به مختصات مثلا آ و بی و بردار آ به مختصات آ و بی تفاوت وجود داره. این یه نقطه است، این چیه؟ بردار. برداری که جهت داره. ما دقیقا همین مفهوم رو برای فاز سه بعدی داریم. فاز سه بعدی دیگه روی کاغذ کار کردن باهاش یه مقدار سخته. شما الان فضایی که دارین توی زندگی میکنین یه فضا سه بعدیه، طول دارین، عرض دارین، ارتفاع دارین. هر چیزی که میبینین اینجا حجم وجود داره واسش تو فضا سه بعدی. برای تجسم بهتر از فضا سه بعدی، یعنی چطور توش کار کنن، میان در واقع یک کنج رسم میکنن. این میشه کنج. ببین شما یه دیوار رو در نظر بگیرید، این کنج گوشه دیوار باشه،
دیوار سمت راستی این ور میشه، دیوار سمت چپی و کف اینجا میشه، این میشه کف اتاق مثلا. حالا میانیم محورها رو ببینیم توی فضا سبودی. سه محور داریم فضای سبودی، محور X، محور Y، محور Z. مشخصه که اینی که ارتفاع میده از کف میره بالا محور چی هست؟ محور Z هست. اما بین این دوتا اومدن استاندارد رو چطوری تعریف کنیم؟ گفتن این محور X باشه، محور Y باشه. برخلاف تصوری که میشه اینو X تعریف میکنه، اینو Y، اینو Z. چرا این کارو میکنن؟ ببینید شما اگر چهار انگشتتون رو از اون محور X بچرخونین بیارین رو محور Y، باید انگشت شستتون محور Z رو نشون بده. یعنی شما اینطوری بچرخونین از روی محور، اینطوری چرخوندن دستتون، اینطوری بچرخونین، همینطور که میبینین شستتون سقف رو نشون میده یا محور Z رو. در واقع اینو بهش میگن کنج سبودی. توضیح هم دادم که چرا بهش میگن کنج. حالا ما میخواییم ببینیم توی این فضا سبودی نقطه به چه صورت تعریف میشه. فرض کنید که مثلا یه نقطه شما به این صورت دارید، مختصاتش xf yf zf، قطعا باید سه تا مؤلفه داشته باشه، اونجا دو تا داشت میشه سه تا. اندازه xf جدا کنید، اندازه yf جدا کنید، اینها رو دیگه با خط عمود نمیشه، چون به حال کف اتاقه، اینا رو باید به صورت متوازی الاضلاع در بیاریم. ببینید این متوازی الاضلاع اینجا در آوردم، هرچند دقیق نیست. اگه ارتفاعی به اندازه z0 به این بدیم، یه ارتفاعی به اندازه چی؟ z0. می‌رسیم به این نقطه. حالا بزرگتر می‌کشم این نقطه رو. این در واقع بهش میگه نقطه x0 و y0 رو صفحه. ارتفاع که بهش میدیم میشه نقطه x0 و y0 رو Z. پس ما روش مشخص کردن یه نقطه رو فضای سبودی رو یاد گرفتیم. عنوان مثال نقطه P به مختصات 1, 2, 3 را روی کنج سبودی تعیین کنید. یه کنج سبودی میکشیم به اندازه یک واحد رو محور X، دو واحد رو محور Y جدا میکنیم، اینا رو با یه متوازی الاضلاع به هم وصل کنیم. این نقطه یک و دوه. سه واحد این به این ارتفاع میده، میاد میشه اینجا، میشه P به مختصات 1, 2, 3. روش تعیین کردن نقطه روی کنج سبودی اینطوریه: اول روی صفحه مشخص میکنین این صفحه که اینجا دارید، بعد ارتفاع که بدید میتونین ارتفاع نقطه رو هم به دست بیارید. این مسئله پیش میاد که در واقع بردار تو فضا سبودی چی است. شما وقتی که یک کنج سبودی دارید، فرض کنید نقطه پیتون باشه، اگر بیاین از پی به مبدا به صورت جهتدار وصل کنین، او پی بردار بر فضا سبودی. البته همیشه لزومی نداره که تو فضای دو بعدی و سه بعدی بردارا از مبدا شروع بشن، ممکنه که به این صورت باشه: AB بردار در فضای سه بعدی و و خیلی در واقع مسائل دیگری. میدونی که O هم مختصاتش 0, 0, 0 هست، اینا خب چیزهای بدی هستن. پس اگر A به مختصات x a y a و z a باشه، b هم مختصات x b y b z b باشه، a b یه برداره. ما میخوایم که همون مسائلی که روی طول بردار توی فاز دو بعدی گفتیم تو فاز سه بعدی هم بگیم. خیلی چیز خاصی نداره. ببینیم توی فاز دو بعدی طول بردار، من دوباره اینجا اشاره میکنم، در فضای دو بعدی، در فضای سه بعدی، توی دو بعدی مثلا یه همچین برداری دارید: A به مختصات X A Y A، B به مختصات X B Y B. توی سه بعدی مثلا A به مختصات X A Y A، یه Z هم داریم چون سه بعدیه، B به مختصات X B Z B، ببخشید Y B و Z B.
طول بردار چطور بذاریم؟ مثلا اگه L رو طول بردار بذاریم میگن L یا طول بردار آبی رادیکال، دیدیم که میشه X بی من X آب تعان دو به اضافه، رو من چون اینجا جا نمیشه Y بی من Y آب تعان دو زیر رادیکال توان دو این تفاضل. تو فاز سبودی هم همینطوریه، x بی منهای x آب توان دو، y بی منهای y آب توان دو، یه مؤلف z بهش اضافه میشه. پس طول بردار توی فاز دو بودی سبودی کاملا شبیه به همه، ما یه بود اضافه شده. الان میبینیم که خیلی از عملیات هایی که انجام میدید خیلی مشابه، یعنی عملیات ها بسیار راحت و مشابه با فاز دو بودی هست. پس نیازی نیست که خیلی در واقع از این مسئله نگران باشید. اگه بخوایم مثال بزنیم، اگر V مساوی است با 1 2 -1، یک بردار در فضای سه بعدی باشد، طول V رو به دست آورید. ببین وقتی که یه بردار خالی بهتون میده، یعنی این بردار واقعا از مبدا رسم شده. یعنی چی؟ اینجا اگه V تون باشه مثلا، این میشه V، بردار V میشه اینطوری به نقطه 1 2 -1 مثلا اینجاست. از طول V چه رادیکال توان دو، اینا 1 به توان 2 به اضافه 2 به توان 2 به اضافه 4 به اضافه 2 میشه رادیکال 6. قسمت بعدی راجع به ضرب عدد در برداره. دو بودی سه بودی، چون یه بردار رو در نظر بگیرید، مثلا بردار V A1 و A2 و A3، حالا اینجا سه بودی دو بودیش رو جدا کنیم، اینجا V بشه A1 A2 A3، آلفا هم یه عدد بشه، آلفا هم یه عدد بشه، آلفا ضرب در V چه آلفا A1 آلفا آدو، آلفا ضرب در وی میشه آلفا یک آلفا آدو آلفا آس. خیلی از خاص نداره، در تک تک مؤلفا ضرب میشه. مثلا سه تا بردار وی، اگر ویمون باشه 0 1/3 -1 میشه 3 ضرب در 0 3 ضرب در 1/3 3 ضرب در -1، 0 و 1 و -3 این میشه بی. پس خیلی چیز خاصی نداره که ما بخوایم مانور بدیم و در واقع وقت بیشتری توی موضوع تلف کنیم. نکته میگیم خدمتون، اونم اینه که اگر عددی منفی در یک بردار ضرب شود، جهت بردار عوض می شود. مثلا شما یه بردار مثل V به این صورت دارید، دقیقا می توانید اینطوری بکشید مثلا شد منفی V، می توانید دو برابرش کنین منفی 2V، سه برابرش کنین میشه 3V. پس بردار موازی و بسته به نوع عدد همجهت یا دقیقا خلاف جهت هست. اگر عدد مثبت باشه همجهت، عدد منفی باشه خلاف جهت. خب قسمت بعدی در خصوص با جمع دوتا برداره. من حالا دو بعدیشو دیگه فکر نمی کنم نیازی باشه توضیح بدم. ولی خب اگه ببینین که کاملا روش ها مشابهه، ما اینجا اشاره بهش میکنیم. فرض کنیم که برداری مثل V دارید A1 و A2، یه برداری مثل W دارید B1 و B2، سه بودیش به چه صورت میشه؟ A1 A2 A3 B1 B2 B3 V به اضافه منفی W، منفی چه میجا میگه؟ چه A1 به اضافه منفی B1، A2 به اضافه منفی B2. مؤلفه ها نظیر به نظیر با هم جمع یا تفاضل میشه.
V به اضافه منفی W A1 به اضافه منفی B1 A2 به اضافه منفی B2 A3 به اضافه منفی B3. با این اوصاف در واقع نتیجه‌ای که به دست میاد هر برداری رو با قرینش جمع کنیم بردار صفر به دست میاد. با عدد صفر فرق کنه بردار صفر. برداری که تمام مؤلفه‌هاش صفره. پس این هم از جمع و حالا بگیم تفاضل دوتا بردار. خب ببینین ما اگه بخوایم دوتا بردار علاوه حدسی جمع کنیم چی کار باید بکنیم؟ یا تفاضل کنیم؟ جمع و تفاضل از نظر هندسی. شما دوتا بردار رو در نظر بگیرید. یا دبلیو. حالا ببین من چی کار میکنم؟ همین بردار وی رو ترسیم کنید. انتهای وی دبلیو رو ترسیم کنید. در واقع این میشه همسنگ دبلیو. فرق با دبلیو نداره. یه متوازی الاضلاع تشکیل بدید. قطر این متوازی الاضلاع همون جمع دوتا برداره. یه بار دیگه تکرار میکنم. از انتهای V همسنگ W رو رسم میکنیم. سپس متوازی الاضلاعی میسازیم. قطر متوازی الاضلاع جمع دو بردار است. حالا ما میخواییم ویمن های دبلیو رو رس کنیم چی کار باید بکنیم؟ ببینیم این اگه بردار ویتون باشه و این بردار دبلیو باشه میدونیم که این میشه منفی دبلیو. حالا بیاین در واقع ویمن های دبلیو همون وی به اضافه منفی دبلیوه. یعنی جمع به اضافه قرینه دبلیو. وی رو رسم کنید. حالا شاید بهتر بود توی فضای دیگه این کاریم کردیم که جا باشه. وی رو رسم کنید. منفی دبلیو رو انتهای وی رسم کنید. حالا ممکنه دقیق نباشه. این بهش میگه منفی دبلیو. یه متوازی الاضلاع تشکیل بدید. از انتهای وی این در واقع میشه V به اضافه منفی W یا همون V منهای W. پس روش همان روش جمع است با این تفاوت به جای همسنگ W همسنگ منفی W رو رسم. این هم تفاضل دوتا روش به دست آوردن هندسی جمع و تفاضل دوتا بردار. پس جمع و تفاضل از نظر هندسی که اینجا راجبشون صحبت کردیم. قسمت بعدی در خصوص با اندازه یک بردار هست که تو فضای دو بعدی چه سه بعدی. همونطور که دیدید مباحث خیلی شبیه به هم هستن. در واقع همون کارهایی که برای فضای دو بعدی هست با یک درجه بیشتر یه بعد بیشتر تو سه بعدی مشابه همونا انجام میشه. بنابراین اندازه یک بردار در فضای اگه بگیم دو بعدی و سه بعدی. بعدهای بالاتر هم داریم که در واقع نیازی به این درس نیست. شما فرض کنیم که یه بردار مثل A دارید. مؤلفه‌هاش به چه صورتن؟ A1، A2 و A3. چون این فضا دو بعدیه ما فقط دو تا رو در نظر می‌گیریم. اما A تو فضا سه بعدی قطعاً A1، A2 و A3 خواهد شد. اندازه بردار تو فضا دو بعدی رو قبلا هم دیدید. اینجا بازم بهش اشاره میکنیم. اندازه A حالا با یه دونه قد مطلق یا دو تا قد مطلق دیدیم که میشه رادیکال A1 به توان 2 اضافه A2 به توان 2. اما تو فضا سه بعدی دقیقا همونه. باید متوجه شده باشیم. A1 به توان 2 A2 به توان 2 به اضافه A3 به توان 2. اگه بخوایم مثال بزنیم یه بردار مثل V رو در نظر بگیرید. 0 و 1 دوم و منهای 1
در این صورت اندازه V برابر است با طبق فرمولی که بالا دیدید تعادل دو مؤلفه صفر به تعادل دو به اضافه یه دوم به تعادل دو به اضافه منفی یک به تعادل دو. خب صفر که میشه خودش صفر میشه یک چهارم، منفی یک هم به تعادل دو برسه حاصلش میشه مثبت، پس میشه یک چهارم به اضافه یک، اگر مخرج مشترک بگیریم حاصل میشه پنج چهارم. رادیکال پنج تقسیم بر رادیکال چهار حاصل میشه رادیکال پنج دو. پس اندازه این بردار برابر با رادیکال پنج دو میباشه. پس برای به دست آوردن اندازه بردار خیلی پیچیدگی خاصی وجود نداره. رادیکال تواندو مؤلفه های بردار اندازه رو میده، حالا تو هر بودی باشه. اما از اندازه یک بردار مبحث بعدی یه بردار یکانی نتیجه میشه یا یکه. خب همونطور که از اسمش مشخصه برداری که رب به یک داره، اما چیش رب به یک داره؟ اندازش رب به یک داره. برداری که اندازه آن برابر با یک باشه. بنابراین اگر یو یک بردار یکه باشه نتیجه میشیم میگیریم که اندازه یو چی میشه؟ یک میشه. یه نکته و نتیجه بلا فاصله از این به دست میاد، اونم اینه که هر برداری رو اگر به اندازهش تقسیم کنیم حاصل برداری یکه خواهد. مثلا به عنوان مثال فرض کنیم که یه بردار وی بهتون دادن صفر و منهای یک و دو. خب اگر اندازه وی رو به دست بیارین شما رادیکال تعادل مؤلف صفر به تعادل که هیچی میشه یک به اضافه چهار چه رادیکال میشه؟ پس وی یکه نیست، اما اندازش رادیکال پنج. بردار یوی که به دست میاد وی رو اگر به اندازه وی تقسیم کنیم، یعنی صفر منهای یک و دو رو به رادیکال 5 تقسیم کنیم، این بردار حتما یک است چون به اندازش تقسیمش کردیم. خب همونطور که قبلا دیدیم این مثل ضرب یه عدد تو برداره، یعنی در تک تک مؤلفات ضرب یا به اصطلاح تقسیم میشه. صفر تقسیم بر رادیکال 5، منفی یک تقسیم بر رادیکال 5 و دو تقسیم بر رادیکال 5. حالا شما یو رو اندازش رو بگیرید به این نتیجه میرین که اندازه یو چی میشه؟ یک خواهد شد. خیلی راحته، همون رادیکاله و این تفاوتی که باید در نهایت رادیکال رو به رادیکال 5 تقسیم کنیم متوجه میشیم که حاصل برابر با یک خواهد شد. پس این نکته خیلی مهمیه. شما چطوری میتونین یک بردار یک که به دست بیارین؟ میگیم هر برداری که به ما بدین اگر صفر نباشه، به شرطی که صفر نباشه، بردار صفر که مشخصه اندازه‌اش صفر، هر بردار غیر صفری که به ما بدن اگر بیایم به اندازش تقسیمش کنیم حتما بردار نتیجه یه بردار یکه خواهد شد. پس ما خیلی میتونیم بردار یکه داشته باشیم، هر برداری بدن به اندازش تقسیم کنیم یکه میشه. این نکته رو به حال دقت داشته باشیم. حالا ما اگه یادتون باشه سه تا بردار اشاره هم بهشون داشتیم توی به حال روی کنج سه‌بعدی که رسم کردیم تحت عنوان بردارهای یکه بودن. ما اینجا اسمش رو می‌ذاریم بردارهای پایه در فضای دو بعدی و سه بعدی. بردار پایه، حالا بهتون میگم که چرا پایه میشن. هر برداری ترکیبی از این برداره پایه میشه، یعنی یه بیسن یه پایه‌ن و هر برداری که در نظر بگیریم میتونیم بر حسب بردار پایه بنویسیم، به خاطر این بهشون میگن بردار پایه. نکته خاصی که برای بردار پایه وجود داره اینه که اندازه یک هست، پس بردار پایه یک برداره یکی هستن، اما برداره یکی پایه نیست. گفتیم چه برداره هستن؟ ببینید ما توی دو بعدی یه بردار آی داریم، مؤلفه اولش یکه، مؤلفه دومش صفره. یه بردار جی داریم، این بار اول صفره دوم یکه. اگر اندازه این برداره به دست بیاریم متوجه میشین که اندازه آی و اندازه جی یک میشه. تو فاز سه بعدی چیم؟ بازم یه بردار آی داریم ولی سه تا مؤلفه، اولی یک، دوتای بعدی صفره. یه بردار جی دارید، وسطی یک، بقیه جا صفره. یه بردار جدیدی به اسم کا دارید که دوتای اولی صفره، بعدی یک.
اندازه آی را اگر به دست بیارین، رادیکال تعادل مؤلفه حاصل 1 میشه. اندازه جی حاصل 1 میشه، اندازه کا حاصل 1 میشه. همونطور که دیدیم تو فاز سه بودی، محور ایکس بود، این محور وای بود و این محور زد بود. برداره یکی برداری بودن که اندازه‌شون 1 بود. روی ایکس بردار آی رو داشتیم، روی وای بردار جی رو داشتیم و روی زد بردار کا رو داشتیم. پس این برداره رو به خاطر بسپاینا پایه هستن توی فضای برداری، توی بردارها که میخوایم راجع به فضا کنیم، روی فضا اینا پایه هستن. چرا؟ همه فضا رو میتونی با استفاده از این بردارها بسازی. حالا چرا بهشون میگیم پایه؟ چرا این بردارها پایه نام دارن؟ دلیلش هم خدمتتون توضیح دادم، چون هر برداری بر حسب این بردارها نوشته می شود. مثلا شما بردار آ رو در نظر بگیرید، آ1 و آ2. آ1 و آ2 دو تا عدده. شما میتونید یه بار از آ1 فاکتور بگیرید، به اضافه یه بار از آ2 فاکتور بگیرید. ببین اگر ما بخوام این دوتا رو جمع کنم میشه آ1 و 0 به اضافه آ2. درسته. خب این بردار اسمش چی بود؟ آی بود. پس میشه آ1 آی به اضافه آ2 جی. پس بردار آ رو تونستیم بر حسب آی و جی بنویسیم. اگر سه بعدی باشه چی؟ بسیار راحته. آ1، آ2، آ3. چه آ1 چی؟ 1، 0، 0. آ2 چی؟ 0، 1، 0. آ3 چی؟ 0، 0، 1. میشه آ1 آی، آ2 جی، آ3 کا. پس هر برداری که به شما دادن، مثلا بردار وی مساویس با 2-3 7/2، اینو میتونید بنویسین 2i-3j به اضافه 7/2 کا. بردار w برابر است با 0-1 و 0 میشه 0i-j چون من هاست به اضافه 0 کا که حاصل این میشه منهای j. برعکسش هم میتونین شما در نظر بگیرید. مثلا فرض کنین بردار i-2 کا رو بهتون دادن. بردار مثلا فرض کنین آ، اینو چطوری می نویسن؟ آی که مؤلفه اول ضریبش 1، جی ما نداریم پس 0 و کا هم ضریبش چیه؟ -2. خیلی راحت از طریق اینا ببین، آی نماینده مؤلفه اول، ضریبش 1، اینجا 1 می نویسیم، جی ما نداریم پس 0 بوده و کا هم ضریبش -2، -2 تو مؤلفه سوم قرار می گیره. اینها توی به هر حال محاسبات به ما خیلی کمک میکنه و باید دقت داشته باشین تو این موضوع. خب حالا یه مسئله حل میکنم براتون که با کار کردن با بردارها رو بتونین خوب یاد بگیرید. میگه هرگاه آب مختصات 1-2-1، بیم مختصات 0-1-2، سیب مختصات 0-1-0-3، سه نقطه بگیم در فضای سه بعدی باشن، مطلوب است الف مؤلفه های برداری آبی و آسی. سه تا نقطه داده، ما میخواییم آبی و آسی رو پیدا کنیم. ببینید اگر این نقطه آ مثلا باشه، آبی یعنی برداری که از آب بیه، از نقطه آ به نقطه بیه. در واقع آبی شما همیشه بدونید میشه ایکس بی منهای ایکس آ، وای بی منهای وای آ، زد بی منهای زد. پس آبی میشه چی؟ 0-1-1-2، 2-1 یعنی 2 به اضافه میشه -1-3 و 3. به همین طریق اگه بخوایم آسی رو به دست بیاریم میشه ایکس سی منهای ایکس آ، وای سی منهای وای آ، زد سی منهای زد آ، که من مستقیم اینو دیگه به دست میارم. 1-1 میشه 0، 0-2 میشه -2، 3-1 میشه چی؟ میشه 4. پس ما مؤلفه های برداری آبی و سی به دست آوردیم. یعنی در واقع آبی مونیشه منفی آی
منهای 3J به اضافه 3K AC میشه آیش که 0 منفی 2J به اضافه 4K. این قسمت الف مسئله بود. قسمت ب میگه طول بردار آبی. خب اگر فرض کنیم که این مسئله قسمت الفش رو اصلا بردارم، چون ما آبی رو به دست آوردیم تو قسمت الف، با توجه به این که به قسمت الف ما آبی رو به دست آوردیم، آبی شد چی؟ منفی 1 منفی 3 3. بنابراین طول آبی رادیکال توان 2 منفی 1 به توان 2 منفی 3 به توان 2 3 به توان 2 1 به اضافه 9 به اضافه 9 چیزی رادیکال 19. قسمت جیم مسئله میگه بردار یکانی آبی رو به دست آورید. خب ما بردار آبی رو به دست آوردیم، گفتیم برای اینکه یکانی یه بردار به دست بیاد باید به اندازش تقسیمش کنیم. بنابراین یکانی آبی معمولا یکانی رو با یو نشون میدن، یعنی یونیت یکانی میشه اندازه خود آبی تقسیم بر اندازه آبی. خود آبی رو که توی صورت مسئله داریم، منفی 1 منفی 3 3، اندازه هم که رادیکال 19 به دست اومد، پس میشه 1 تقسیم رادیکال 19 منفی 3 تقسیم رادیکال 19 و 3 تقسیم رادیکال 19. قسمت دالی هم ما داریم واسه مسئله، میگه آبی و منهای 3 تا آسی رو به دست بیاریم. ما آبی رو به دست آوردیم، آبی شو چیم؟ منفی 1 منهای 3 و 3 منهای آسی، 0 منهای 2 و 4. خب این رو از هم کم کنید، مؤلفه به مؤلفه، منفی 1 منهای 0 همون منفی 1 میشه، منفی 3 به اضافه 2 چه منفی 1، 3 منهای 4 منفی 1 میشه، یعنی میشه منهای آی منهای جی منهای کا. بخواییم برای اسب آی و جی هم اینو بنویسیم. بنابراین کار کردن با بردارها رو شما اینجا به خوبی فرا گرفتید، میتونین در واقع با اون مسائل آتی رو حل کنید. اما زاویه یه بردار با هر کدوم از محورها، زاویه یک بردار با هر کدام از محورها اگه دو بعدی باشه، برداری که داریم A1 و A2، اگه سه بعدی باشه برداری که داریم A1 A2 و A3 هست. حالا میخوایم ببینیم که زاویه چی میشه. زاویه با محور X ما میتونیم کوسینوسش رو به دست بیاریم، آلفا زاویه با محور X. کافیست که A1 رو، مؤلفه اول رو مربوط به X رو، به خود اندازه بردار تقسیم کنیم. یک کوسینوس بتا هم داریم، زاویه با محور Y، این بار A2 رو به اندازه A تقسیم کنیم. ببینیم یادگیریشون خیلی سخت نیست. بنابراین توی سه بعدی ما یک کوسینوس آلفا داریم، A1 به اندازه A، یک کوسینوس بتا داریم، A2 به اندازه A، یک کوسینوس به اصطلاح میگن گاما داریم، A3 به اندازه A. آلفا زاویه با محور X، بتا زاویه با محور Y، گاما زاویه با محور Z هست. بنابراین ما به وسیله این فرمول ها میتونیم زاویه بردار با محورها رو به دست بیاریم. یه نتیجه به دست میاد از اینجا، اونم اینه که کوسینوس به توان 2 آلفا به اضافه کوسینوس به توان 2 بتا کوسینوس به توان 2 گاما همیشه حاصلش 1 میشه. سه بعدی، دو بعدی دیگه فقط آلفا و بتا داریم. یه مسئله حل میکنیم که بعضی وقتا توی مسئله تستی و کنکورهای کارشناسی ارشد میاد، میگه آیا زاویه های 45 درجه، 60 درجه و 150 درجه میتوانند زاویه های حادی یک بردار باشند؟ منظور از حادی یعنی در واقع همون زاویه با محورها هست. ما باید این فرمول، این نتیجه رو ببینیم برقرار هست یا نه. باید بررسی کنیم
نتیجه فوق برای این سه زاویه برقرار هست یا نه. کوسینوس آلفا که میشه 45 درجه میدونیم که میشه رادیکال 2/2. کوسینوس بتا که میشه 60 درجه چی؟ 2/2. کوسینوس 150 درجه چی؟ گاما میشه 150 درجه. 150 درجه در واقع میشه کوسینوس پی منهای پی ششم، حاصل این میشه منفی رادیکال 3/2. بنابراین کوسینوس 2 آلفا به اضافه کوسینوس 2 بتا به اضافه کوسینوس 2 گاما رادیکال 2/2 به اضافه 1/2 به توان 2 اینو به دست میاریم. رادیکال 2/2 به توان 2 که میشه 2/4، این میشه 1/4، اینم به توان برسه منفیش از بین میره میشه 3/4. همونطور که میبینین 2 به اضافه 1 3، 3 به اضافه 3 میشه 6/4، مخالف 1. پس آلفا و بتا و گاما نمیتوانند زاویه های حادی 1 بردار باشه. آلفا و بتا و گاما نمیتونه اتفاق واسه شون بیفته. و مسائلی که در واقع مربوط به این قسمت میشه. خب قسمت بعدی ضرب داخلی دو تا بردار است. ما اعمال جمع، تفاضل، عدد در بردار یا اسکالر در بردار رو برای شما تعریف کردیم. هر مبحثی که دقت کرده باشین جلو میریم این اعمال چهارگانه رو داریم توش بررسی میکنیم. به فصل قبلی مثلا ما با اعداد در واقع با ماتریس ها کار کردیم، جمع ماتریس ها، تفاضل ماتریس ها، عدد در ماتریس، ضرب دوتا ماتریس و تقسیم دوتا ماتریس یا وارونه ماتریس صحبت کردیم. توی این قسمت هم به همین طریق هست. شما وقتی با مبحث بردارا داری کار میکنین، اعمال چهارگانه رو باید بتونین رو بردارا انجام بدین. جمع دوتا بردار، تفاضل دوتا بردار، ضرب عدد در بردار. حالا ضرب دوتا بردار، ما برای بردارها قسمت ضرب دوتا ضرب داریم. یکی ضرب داخلی تعریف شده و یکی هم ضرب خارجی تعریف شده که به طور جداگونه مفصل راجبشون صحبت میکنیم. پس ضرب داخلی دوتا بردار، ببینید اگر شما دوتا بردار داشته باشین، مثل بردارهایی که در حال یه استانداردی واسهش تعریف میکردیم، 1 و 2 و 20، ضرب داخلی دوتا بردار رو با دات نشون میدن. به این صورته که مؤلفه به مؤلفه اینها رو در هم ضرب میکنیم و با هم جمع میکنیم. پس میشه A1B1، A1 ضرب در B1 به اضافه A2 ضرب در B2 به اضافه A3 ضرب در B3. دقت کنین که حاصل یک عدد هست. پس ضرب داخلی حاصلش یه عدده. ما جلوتر این ضرب رو تعریف میکنیم که حاصلش یه بردار میشه. یعنی خروجی یه بردار، اینجا خروجی اون یه عدده. این عدد رو میگن ضرب داخلی. ضرب داخلی رو ضرب نقطه‌ای و یا ضرب عددی نیز میگوید. اما یه فرمول دیگه واسه ضرب داخلی داریم. این ساده‌ترین فرمولشه. فرمول چی هست؟ میگیم اگر آلفا زاویه بین دو بردار باشد، ضرب داخلی دو تا بردار میشه اندازه بردار اولی. میدونی که یه عدد اندازه بردار دومی، این هم یه عدد میشه کوسینوس آلفا. یه کوسینوس هم یه عدد میشه، پس حاصل یه عدد میشه. پس بستگی به شرط داره. اگه دوتا بردار رو بهتون داده بود، راحت مؤلفه رو در هم ضرب کنین و با هم جمع کنین، یه عدد به دست میاد، میگن ضرب داخلی. ولی بعضی وقتا زاویه بین دوتا بردار رو میده شما و اندازه بین دوتا بردار میده. یعنی در عمل مؤلفه های برداری رو نداریم. خب یه مثال حل میکنم. میگه اگر آ و بی دو بردار به ترتیب با طولهای 2 و 3 و زاویه 120 درجه باشن، ضرب داخلی بردار چه عددی میشه؟ عادت بی میشه اندازه آ 2، اندازه بی 3، کوسینوس زاویه بین دوتا بردار، کوسینوس 120 درجه. کوسینوس 120 درجه چطوری به دست میاد؟ این که میشه 6 تا کوسینوس 180 منهای 60.
این چون توی ربع دوم میفته، ربع دوم هم کسینوس منفیه، پس حاصل این در واقع میشه منفی کسینوس 60 درجه. پس میشه 6 تا منفی 1 دوم که حاصل میشه منفی 3. بنابراین به این طریق ما ضرب دوتا بردار رو به دست آوردیم. چند تا نکته مهم ضرب داخلی من اینجا خدمتتون میگم. اولین نکتهش اینه که ضرب داخلی چه آ رو در بی ضرب کنین چه بی رو در آ، هیچ فرقی نمیکنه. همونطور که دیدین اندازه آ اندازه بی کسینوس اینا رو جابجا کنین فرق نمیکنه، مؤلفه رو فرقی نمیکنه، نظیر به نظیر مؤلفه رو به چه صورت در هم ضرب. جالبه بدونید که خاصیت پخشی هم داره ضرب. آ دات سی بی دات سی میتونین کارو انجام بدین. نکته بعدی اینه که شما اگر یک بردار رو در خودش ضرب داخلی کنی، اندازه بردار به توان دو به دست میاد. یکی از راه‌های به دست آوردن اندازه بردار همینه، ضرب داخلی. اگر بردار رو در خودش ضرب کنی، اندازهش به توان دو به دست میاد. و نکته مهمتر از همه، من ستاره دار میکنم، دو بردار بر هم عمودند اگر فقط اگر ضرب داخلیشون چی بشه؟ اگه گفتین صفر بشه. زیرا عمود بودن یعنی چی؟ یعنی 90 درجه. کسینوس 90 درجه هم میشه چه؟ میشه صفر. دلیلش اینه که زاویه بین 90 درجه است، کسینوس 90 درجه میشه صفر، پس کلا حاصل ضرب داخلی صفر میشه. یه مثال از این عمود بودن رو براتون حل. میگه در دو بردار آ مساوی است با 2 تی و سه بی مساویس با منفی 4 2 و 1 تی را چنان تعیین کنید که دو بردار آ و بی بر هم عمود باشند. خب ببینین وقتی دو تا بردار و عمود بودن رو به شما تو مسئله داده، عمود بودن دو تا بردار یعنی که ضرب داخلیشون صفر باشه. بنابراین شما میگی ضرب داخلی دوتا بردار باید صفر باشه. خب دوتا بردار مؤلفه‌ای رو چطور در هم ضرب میکنین؟ اینجا که زاویه در کار نیست، نظیر به نظیر. دو ضرب در منفی 4 میشه منفی 8 به اضافه تی ضرب در 2 میشه 2 تی به اضافه 3 ضرب در 1 میشه 3. پس این عبارت باید صفر بشه. پس 2 تی اینجا منهای 8 به اضافه 3 میشه منهای 5، این باید 0 بشه. 2 تی باید 5 بشه، تی برابر با 5 دوم. به این طریق شما در واقع تی رو به دست دارید. نکته بعدی، زاویه بین دو بردار برابر است با، ببینید دیدیم که آ دات بی میشد اندازه آ اندازه بی در کسینوس زاویه بین دوتا بردار. از کسینوس آلفا میشه آ دات بی تقسیم بر ضرب داخلی دوتا بردار. یه فرمول دیگه برای زاویه دوتا بردار، ببخشید، توی مخرج کسر میشه آ دات بی تقسیم اندازه آ ضرب در اندازه بی. این میشه زاویه بین دوتا بردار که در واقع به این طریق میتونیم اونو پیدا کنیم. مثال، زاویه بین بردارهای آ مساوی است با 2 جی به اضافه کا، بی مساوی است با 2 آی منهای 3 جی به اضافه 2 کا را محاسبه کنید. وقتی دوتا بردار به شما داده زاویه خاصه، بلافاصله چه فرمولی؟ فرمول ضرب داخلی میاد تو ذهنتون که ما با استفاده این همون فرمول ضرب داخلیه. یعنی خیلی مسائل رو پیچیده نکنید، این از همون به دست میاد، این بالاش هم نوشتم، نیاز نیست که حفظ کنید. شما ضرب داخل دو تا بردار دو تا فرمول یعنی مؤلفه به مؤلفه در هم ضرب میکنید، یا اندازه یا اندازه به کسینوس بین زاویه بین دو تا بردار. پس ما اول باید بریم ضرب داخل دو تا بردار رو به دست بیاریم. خب چطوری اینا رو نظیر به نظیر در هم ضرب کنیم؟ اگر خوب کار کرده باشین میدونین که اینجا آی نداره، پس در واقع میتونیم اینطوری بنویسیم برای راحتی کار، صفر مؤلفه اول، دو بعد یک. این چی؟ دو منهای سه و دو. ما مؤلفه بلو مؤلفه، صفر ضرب در دو میشه صفر، دو ضرب در منفی سه میشه منفی شیش، دو ضرب در یک هم میشه دو، حاصل میشه منفی چار.
مرحله بعد باید اندازه آ رو به دست بیاریم. یعنی اندازه این رادیکال توان دو مؤلفه ها. 0 به توان 2، 2 به توان 2، 1 به توان 2. چه رادیکال 5. اندازه بی رو به دست بیاریم. 2 به توان 2، 4، منفی 3 به توان 2 میشه 9 و بعدی هم میشه 4. حالا چرا اینا رو ما به دست آوردیم؟ این فرمول رو نگاه کنین. کوسینوس آلفا میشه اندازه ضرب داخلی تقسیم بر اندازه بردارا. پس منفی 4 رو به رادیکال 5، رادیکال 17 ضرب میکنیم. کوسینوس آلفا مساوی با منفی 4 تقسیم بر رادیکال 5 ضرب در رادیکال 17. که در واقع چون بیشتر از این ساده نمیشه دیگه باید با ماشین حساب اینو حساب کنیم. جلسه امتحان ممکنه که در واقع اینو به این صورت بده. همونطور که کوسینوس وارون رو خوندیم، کوسینوس وارون منفی 4 تقسیم بر رادیکال 85، این دوتا رو در هم ضرب کردیم. توی ممکنه تست ها این رو بده به شما، چون که در واقع استفاده از ماشین حساب مجاز نیست. پس این هم از در واقع ضرب دوتا بردار به صورت داخلی. یه نکته به صورت اضافی به شما میگم، ممکنه که به هر حال بعضی تدریس ها بعضی اساتیدتون رو اشاره بهش داشته باشن. اسم تصویر یک بردار روی بردار دیگر، اصطلاح میگن سایه یک بردار روی بردار دیگر. شما مثلا برداری مثل بی رو در نظر بگیرید، برداری هم مثل آ. نرو البته همیشه اینطور نیست که از یه نقطه رسم شده باشن. اگر رسم نشده باشن شما از یه نقطه اونا رو رسم کنید. اگر اینو تصویر کنین سایه آ رو اینجور بندازین، سایه آ در واقع یه همچین برداری تولید میشه. به اصطلاح به این میگن پروجکشن، همون معنی تصویره، بردار آ روی بردار بی. من خیلی وارد اثبات این چیزا نمیشم، مستقیم فرمولشو میگم براتون. پروجکشن آ روی بی یعنی سایه آ روی بی میشه ضرب داخلی دوتا بردار، بردار اندازه بردار بی به توان 2. میدونین که این یه عدد میشه، این عدد رو در خود بردار بی ضرب میکنیم. پس اندازه داخلی دوتا بردار تقسیم به اندازه بی به توان 2 ضرب در خود بردار بی. یه مثال حل میکنیم. تصویر بردار آ مساوی با 0 1 -1 روی بردار 1 2 -1 به دست آورد. پروجکشن ضرب داخلی دوتا بردار، این دوتا رو در هم ضرب داخلی کنین، 0 ضرب در 1 = 0، 1 ضرب در 2 = 2، -1 ضرب در -1 = -1. اندازه بردار بی به توان 2، اندازه بردار بی چطور به دست میاد؟ رادیکال توان 2 مؤلف، 1 به توان 2، 2 به توان 2، -1 به توان 2. اینو کلن به توان 2 ضرب در خود بردار بی. ما این عدده رو به دست بیاریم، این عدده که 2 توی صورتش میشه، ببخشید 3، 2 به اضافه 1 = 3. این رادیکال چی؟ 1 به اضافه 1 میشه 2، اینم 4 میشه رادیکال 5 به توان 2 میشه 5. پس 3/1 2 -1 که اگر ضرب کنی میشه 3/6 -1. خیلی راحت. محاسبات رو باید دقت کنیم. ما این فرض رو میذاریم که شما توی محاسبات واقعا با اون تبحر کافی رسیدید. پس تصویر یه بردار روی بردار دیگه این فرمولش میشه. یه فرمول خیلی راحت با استفاده از کاربردهای ضرب داخلی اینجا به دست میاد. و اما میرسیم به ضرب دیگر از دوتا بردار تحت عنوان ضرب خارجی، که یه مقدار مهمتر و به هر حال سنگین‌تر هست و باید دقت بیشتری کنیم. همونطور که گفتیم ضرب خارج دو بردار حاصل یک بردار است. جوابمون باید یه بردار به دست بیاد. اول مفهومش رو توضیح بدیم خدمتتون. شما یه صفحه رو در نظر بگیرم، این صفحه کاغذی که داریم روش کار میکنیم. با دو تا بردار در نظر بگیرید. حالا فرض کنیم که ما این بردارا رو آوردیم از یه نقطه رسم کردیم. این آه، این بردار بیه. از آ زاویه این بین دوتا هم که میشه چی؟ میشه تتا، یا همون به حال آلفا. از آ به بی حرکت کنین، شما دستتونو مچ دستتونو روی نقطه قرار بدید، انگشتاتونو از آ به بی بچرخونید. همون اصطلاح فیزیکی چرخش در خلاف جهت عقربای ساعت.
رو دارین در بی ضرب میکنید، یه برداری شستتون همون ضرب خارجی دوتا بردار. حالا من چون اینجا یه مدار در واقع سخت نشون دادنش، شست همون آ کراس بی میشه. ببینید شستتون خارج صفحه قرار داره، این میشه خارج صفحه و عمود بر صفحه شامل آ و بی. خیلی مشخصه که اگر آ رو در جهت ببینید شست داره بالا رو نشون میده، یعنی همون محور زد که گفتیم. پس آ ضرب در بی به این طریق میشه. اگه ما بخوایم بی رو در آ ضرب کنیم، قطعاً باید از بی به آ انگشتامون رو بچرخونیم. در این حالت میاد به سمت پایین صفحه، یعنی زیر صفحه میشه بیا زیر صفحه عمود بر صفحه. زیر صفحه‌ای که در واقع آ و بی قرار داره بچرخون، انگشتتون پایین رو نشون میده، کف اتاق رو نشون میده، پس این میشه بی ضرب در آ. اینجا خودش داره مشخص میکنه آ ضرب در بی با بی ضرب در آ یکی نیست، یکی جهتش بالاست یکی جهتش پایینه. و نکته مهمی رو به شما میرسونه که آ ضرب در بی با منفی بی ضرب در آ برابره. پس آ ضرب در بی با بی ضرب در آ برابر نیست. ضرب خارجی همیشه بر صفحه دو بردار عمود است. یعنی چی؟ یعنی هم بر آ عمود است و هم بر بی عمود است. پس اگر ما گفتیم عمود بودن یعنی ضرب داخلی صفر بشه، اگر آ رو در آ ضرب در بی ضرب کنیم چی میشه؟ صفر میشه. دقت کنین، آ ضرب در بی مگه به آ عمود نیست، پس ضرب داخلیشون صفره. بی هم بیاییم در آ ضرب در بی ضرب کنیم، اینم صفر میشه، چون آ ضرب در بی به بی هم عموده. حالا ما همه خواص گفتیم، هنوز فرمول ضرب خارجی رو نگفتیم. اما فرمول ضرب خارجی چی هست؟ ضرب خارجی دوتا بردار میشه اندازه آ ضرب در اندازه بی ضرب در سینوس اون زاویه ضرب در بردار یک عمود بر صفر. همونطور که میبینید ضرب خارجی به راحتی به دست نمیاد، فرمول خاصی نداره. حالا شما این فرمول رو داشته باشین، ما از خواص فصل قبل یعنی دترمینان استفاده میکنیم، یه روش بهتری رو برای پیدا کردن ضرب خارجی خدمتتون ارائه میدیم. نکته که باید رعایت کنید، دیدیم آی جی کا بردارهای یک سه محور هستند، پس بر هم عمودند. لذا شما اگر آی رو اینجا داشته باشید، جی و کا، خب اگر آی جی و کا رو شما اینجا ببینید، این فلش ها خیلی کمک میکنه برای به دست آوردن ضرب خارجی از آی. پس اگر آی رو بخواید در جی ضرب کنین، ببین آی میاد در جی ضرب میشه، چون همجهت با این فلش میریم جلو، بعدی یعنی کا رو به ما میده. جی رو بخوایم در کا ضرب کنیم، بعدی آی رو میده، چون همجهت داریم میریم. کا رو در آی جی رو میده. ولی اگه برعکس ضرب کنیم اینا رو، جی رو در آی ضرب کنیم، چون خلاف این فلش داریم حرکت میکنیم، پس این میشه منفی جی ضرب در آی، چون علامتش منفی میشه. یعنی در واقع شما جی ضرب در آی میشه منفی کا، کا ضرب در جی میشه منفی آی، چون خلاف فلش. آی ضرب در کا، این آی این کاه، داریم خلاف جهت، پس میشه منفی جی. خیلی نیازی نیست که اینا رو در واقع حفظ کنید، چون این فلش ها رو در نظر داشت. اگه همجهت فلش حرکت کردین مثبت میشه، خلاف جهت حرکت کردین منفی میشه. و دقت کنید که این نکته رو فراموش نکنید. یه نکته دیگه هم که خیلی مهمه توی مسائل تستی ازش استفاده میشه، به اصطلاح میگن تعبیر هندسی ضرب خارجی. علاوه هندسی یعنی چی ضرب خارجی؟ شما یه آ داشتید یه بی داشتید رو صفحه. ببینید اگر یه متوازی الاضلاع تشکیل بدید، اندازه آ ضرب در بی یعنی اندازه ضرب خارجی برابر است با مساحت
متوازی الاضلاعی که توسط دو بردار آبی ساخته می شود. ما اول بریم طریقه به دست آوردن ضربه خارجی رو برای شما توضیح بدیم، یه روش راحت تر بگیم، بعد میایم این نکات رو میگیم. مثلا یه مسئله به شما میگه که مساحت متوازی الاضلاعی که توسط این دو تا بردار ساخته میشه، شما اول باید برین ضربه خارجی دو تا بردار رو به دست بیارین، بعد اندازه اون بردار به دست اومده رو به دست بیارین، چون میدونین که حاصل ضربه خارجی یک بردار میشه اندازه بردار هم که میشه رادیکال تاندو مؤلفه ها، جمع تاندو مؤلفه ها. پس اول بهتره که ضربه خارجی رو روش به دست آوردنش رو یاد بگیریم. به دست آوردن ضرب خارجی دو بردار به وسیله دترمینان، اینجاست که ماتریس دترمینان به کمک میاد و خیلی کار رو راحت تر میکنه. ضرب خارجی دو تا بردار، فرض کنیم بردار آ، آ یک، آ دو و آ سه باشه، بردار بی بی یک، بی دو و بی سه باشه، شما باید دترمینان رو حساب کنید. سطر اول آی جی کا، سه تا بردار. سطر دوم آ1 آ2 آ3. سطر سوم بی1 بی2 بی3. حتما هم باید حول سطر اول این دترمینان رو به دست بیارید، یعنی حول این، مگه بخوام باز شده اینو بنویسم که در واقع مروری کنم بر دترمینان. برای به دست آوردن این دترمینان شما سطر اول رو در نظر بگیرید، آی ضرب در سطر ستون آی رو حذف کنید، میشه آ2 آ3 بی2 بی3. بعدی رو منها باید بنویسید، منهای جی سطر و ستون جی رو حذف کنید، سطر اول ستون اینه آ1 آ3 بی1 بی3. حتما اگر بلد نیستین به فصل قبلی مراجعه کنین و یاد بگیرین چون مهم هست. بعدی رو چی میذاریم؟ مثبت میذاریم، سطر کا ستون کا آ1 آ2 بی1 بی2. پس ضرب خارجی دو تا بردار به وسیله دترمینان به دست میاد، ضرب خارجی این دو تا بردار. حالا میریم سراغ حل کردن یه مسئله یا مثال. مساحت متوازی الاضلاعی که توسط دو بردار آ مساوی با آی منهای دو جی به اضافه سه کا، بی مساوی با دو آی ساخته می شود چند است؟ وقتی بحث مساحت متوازی الاضلاع پیش میاد، شما باید بلافاصله تو بحث بردار یاد ضرب خارجی بیفتیم. گفتیم مساحت متوازی الاضلاع میشه اندازه ضرب خارجی. پس ما اول بریم ضرب خارجی رو به دست بیاریم، اندازه گرفتن ازش که خیلی راحته. ضرب خارجی دو تا بردار، گفتم اینا رو داخل یه ماتریس میچینیم، یک منفی دو سه، دو یک منفی یک. قول سطر اول اینو به دست میاریم، منفی دو سه یک منفی یک، یک سه دو منفی یک، یک منفی دو دو یک. خب دیگه من این دترمینان رو محاسبه میکنم، منفی دو ضرب در منفی یک میشه مثبت دو، منهای سه ضرب در یک هم که همون هیچی، منهای جی یک ضرب در منفی یک میشه منفی یک، منهای سه دوتا میشه شیش به اضافه کا، یک ضرب در یک میشه یک، منهای منهای چهار میشه به اضافه چهار. در واقع میشه منفی یک ضرب در آی که میشه منفی آی، منفی هفت ضرب در منفی یک میشه مثبت هفت جی، چهار به اضافه یک میشه پنج، پنج کا. این میشه ضرب خارجی. اس یا مساحت میشه اندازه ضرب خارجی. ضرب خارجی این میشه اندازه چی میشه؟ میشه رادیکال توان جمع تواندوی مؤلفه، منفی یک به توان دو، هفت به توان دو، پنج به توان دو، یک به اضافه چل و نو به اضافه بیست و پنج، میشه رادیکال هفتاد و پنج. پس به این طریق شما در واقع مساحت یک متوازی الاضلاع رو به دست آوردید. ببینید من یک نکته اینجا اشاره میکنم برای کسی که به هر حال دوست دارن که بیشتر بدونن. معمولا این نکته رو توی مباحث
رشته های مدیریت حسابداری اقتصادی یا خیلی از رشته نمیگن، ولی خب چون نکته بسیار قشنگیه ما بهش اشاره میکنیم، دوستانی که به حال دوست دارن میتونن روش کار کنن. تحت عنوان ضرب عددی سه بردار، ببینین شما سه تا بردار دارین مثل A و B و C. B و C رو در هم ضرب خارجی کنید و در بردار A ضرب داخلی کنید، این یه عدد به دست میاد، اینو بهش میگن ضرب عددی سه تا بردار. از نظر هندسی ضرب عددی سه بردار برابر است با حجم متوازی و سطوحی که توسط این سه بردار ساخته می شود. چه متوازی و سطوحی؟ ببین شما اینو بردار سی در نظر بگیرید و اینم بردار بی، اینم بردار آ در نظر بگیرید، این سه تا بردار. می دونید که سی و در بی ضرب خارجی کنید این بردار عمود، حالا یه مقدار بد کشیدم من این رو، میشه بی ضرب در سی. حالا ما میخواییم این رو در واقع با این یه متوازی سطوح ایجاد کنیم. یک، حالا من سعی میکنم اینو با رنگای دیگه به شما نشون بدم، این یه متوازی الاضلاع اینجا درست میشه، یه متوازی الاضلاع دیگه اینجا درست میکنیم، یه متوازی الاضلاع دیگه در واقع به این صورت درست میکنیم، یه متوازی الاضلاع اینجا، یه متوازی الاضلاع اینجا. همونطور که میبینید حالا چون فضا سبودیه یه حالت مکعب مانند یا متوازی سطوح مانند، این مکعب نیست چون این کجه، این حجم این فضا میشه ضرب عددی سه تا بردار، حجم متوازی و سطوح شکل فوق میشه آداد. حالا بگیم چون منفی میشه بشه، حجمم نمیتونه منفی باشه، قدر مطلق اینا، یه عدد دیگه قدر مطلقش باید مثبت در بیاد. اما فرمول ضرب عددی سه تا بردار چی هست؟ ما تعبیرشو گفتیم، فرمول ضرب عددی سه بردار چطوری به دست میاد؟ خیلی فرمول راحتی داره. شما اگر آ رو آ یک، آ دو و آ سه در نظر بگیرید، بی رو بی یک، بی دو و بی سه در نظر بگیرید، سی رو سی یک، سی دو و سی سه در نظر بگیرید، آ دات بی کلاس سی، دقت کردین؟ اینو گفتم دات، اینو میگن کلاس، یادتون باشه دات یعنی ضرب داخلی، کلاس یعنی ضرب خارجی نماده. بازم دترمینان اینجا نقش داره، پس اهمیت دترمینان خیلی مهم هست دیگه. ما سطر اول برداری نداریم، اما عددهای آ، عددهای بی و عددهای سی، حاصلی عدد میشه. پس حجم متوازی سطوح از این طریق به دست میاد. حالا ما اگه بخوایم یه مثال عمل کنیم از این قسمت، میگیم حجم جعبه‌ای که توسط سه بردار آ مساوی با آی به اضافه دو جی منهای کا، بی مساوی با منهای دو آی به اضافه سه کا، و سی مساوی با هفت جی منهای چار کا ساخته می شود، سه برداشت ساخته می شود را به دست. خب اینجا بس حجم گفته، سطح نگفته، که بگیم متعدد از حجم میشه چی؟ حجم معنی شما یعنی ضرب عددی سه بردار. پس آ دات بی کلاسی رو داخلی دترمینان میچینیم، یک دو منفی یک، منفی دو، جی نداریم صفره، کا هم ضریب سه، آی صفره، جی هفته، کا هم ضریب چار. شما اینو اگر حساب کنین باید حاصل 23 به دست بیاد. نکته آخر، سه بردار در یک صفحه قرار دارند اگر و فقط اگر آ سی صفر باشه، ضرب عددشون صفر باشه. پس اگر بازم یه متغیر گذاشت، گفته بود مثلا متغیر تی رو تعیین کنید که سه تا بردار توی صفحه قرار داشتن، شما ضرب عددی رو به دست میارین برابر با صفر قرار میدین.
صفر باشد. دقت کنین، صفر. اینجا در واقع نکات اصلی و مهم مربوط به بردارها برای شما تدریس شد. یعنی که شما کامل با بردار آشنا شدید توی فضای دو بودی، توی فضای سه بودی، جمع بردارها توی دو بودی و سه بودی، تفاضل همچنین، ضرب عدد در بردار و دو نوع ضرب رو شما اینجا باش آشنایی پیدا کردین. یکی ضرب داخلی که حاصلش یه عدد بود، یکی ضرب خارجی که یه بردار بود. برداری بود که عمود میشد به اون دو تا بردار، به هر کدومشون عمود میشد که به وسیله دترمینان به دست می اومد. و علاوه بر اون یه ضرب خیلی جالب و خیلی راحت یاد گرفتیم به اسم ضرب عددی سه تا بردار که حجم رو به شما میداد تو فضا سه بودی. ضرب داخلی یه عدد بود، ضرب خارجی مساحت متوازی اضلاع رو میداد، ضرب عددی سه تا بردارم حجم اون فضا یا جعبه یا متوازی سطوحی که ساخته میشد رو به شما میداد. لطفاً پس از یادگیری دقیق و تحلیلی و مفهومی درس سعی کنین که مثال‌های زیادی رو حل کنین که دستتون روون بشه و بتونین مسائل رو راحت‌تر باش برخورد کنین. چرا که تنها راه این که شما بتونین مسائل ریاضی رو تو ذهنتون بهتر نگه دارین است که مسئله بیشتری حل کنید. هر چقدرم که شما در واقع درس رو خوب فهمیده باشید، اگر مثال کم حل کنین یا کمتر روش تکرار کنین، مثالای کمتری حل کنین، زودتر از ذهنتون میره. بنابراین خواهش میکنم که با مراجعه به کتاب‌های زیادی که وجود داره سعی کنید که قسمت‌های مختلف رو به راحتی برای خودتون جا بندازید. همونطور که توی خلال درس من اشاره میکنم، فرمول‌هایی نیستن که بخواید تأکید داشته باشین حتما اونا رو حفظ کنین. با یه قلق خاصی اونا رو میتونین تو ذهن نگه دارین، همه فرمول‌های ریاضی. چرا که چون حالت تقارن و یه حالت خاصی دارن که اگه بهشون دقت کنین بهتر میتونین اونا رو در واقع برای خودتون جا بندازین. متشکرم. به پایان این فصل که تحت عنوان فصل بردارها هست میرسیم.